کاری که ما اینجا انجام می دهیم مدل سازی چیزی است که لنز مغناطیسی نامیده می شود و کاری که ما می خواهیم انجام دهیم محاسبه خط سیر الکترون ها در یک میدان مغناطیسی می باشد و میدان مغناطیسی از طریق یک مونتاژ کویل ایجاد می شود. بنابراین جریان در کویل ایجاد می گردد و در نتیجه آن میدان مغناطیسی ایجاد می شود و سپس ما بررسی می کنیم که چگونه میدان مغناطیسی با خط سیر الکترون ها تعامل خواهد داشت. من کار را با بازنمودن یک مدل موجود آغاز می کنم و این مدل موجود از قبل یک مونتاژ کویل را برپا نموده و میدانهای مغناطیسی را محاسبه نموده است. بنابراین میدانهای مغناطیسی با استفاده از رابطه مگنتیک فیلد محاسبه می شوند و در این استادی اگر ما با پنجره گرافیکی نگاه کنیم ما می توانیم ببینیم که بردارهای سبز خطوط میدان مغناطیسی را نمایش می دهند. دومین یا قلمرو نارنجی در اینجا نمایانگر کویل می باشد و بردارهای قرمز نمایانگر جریان الکتریکی در کویل می باشند. بنابراین آنچه که ما اینجا انجام می دهیم استفاده از این میدان مغناطیسی و محاسبه خط سیر الکترون در این مونتاژ کویل و در فضای خارجی در اینجا می باشد. من با اضافه نمودن برخی پارامترها به مدل آغاز می کنم. برخی پارامترها از قبل اینجا تعریف شدند. جریان اعمالی، تعداد حلقه های سیمپیچ کویل. اولین چیزی که من می خواهم انجام دهم اختصاص انرژی اولیه برای ذرات می باشد که در این مورد من می خواهم 500 الکترون ولت باشد. از این انرژی من می توانم سرعت اولیه ذرات را که باید ریشه مربع دو برابر این انرژی تقسیم بر جرم ذره باشد و برای جرم ذره من از این ثابت فیزیکی از قبل تعریف شده در کامسول با نام ME_const استفاده می کنم. بنابراین در کامسول یک لیستی از ثابت‌های فیزیکی از قبل تعریف شده وجود دارد و آنها در داکیومنتیشن در دسترسند. بنابراین هر underscore const اساساً یک مقدار عددی است که متناظر با جرم الکترون که 9^-10^-31 کیلوگرم می باشد. اکنون ما می توانیم ببینیم که کامسول سرعت اولیه را 1^3262^7 متر بر ثانیه محاسبه نموده. خب من از این پارامترها در ادامه در مدل استفاده خواهم نمود.